الذين آمنوا و و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم. اینجا باز همون مسئله ایمان و هجرت و جهاد مطرح می شود ولی بحث جهاد یه مقدار بازتر بیان می شود جهاد گاهی جهاد به مال است گاهی جهاد به نفس است مال داری مال تو در راه خدا انفاق کن نداری جان تو در راه خدا انفاق کن صریح آیات قرآن دیگه جای هیچ شبهی برای احدی باقی نمی گذارد و جاهدو به اموالهم اموالهم هم مقدم بر انفسهم است چرا؟ چون گاهی آدم مالش رو از جونش بیشتر دوست داره حاضر خسته بشه عرق بریزه مریض بشه ولی مالشو از دست نده لذا خدا میگه اول مال تو در راه خدا انفاق بکن در راه امیر در راه امام زمان در راه امام حسین در راه شیعی زمین خورده امیر المومنین یه بخشی از مال تو انفاق بکن تا برسی به مرز انفاق جان در راه خدا اصلا یکی از فلسفه های وجوب خمس و زکات بر همه مسلمین همینه که دل بکنی از این دنیا و خودتو آماده کنی برای جانفشانی در راه مولایت شما فکر می‌کنید اصحاب سید و شهدان که اومدن پروانوار گرد امام حسین رو گرفتن اینا کم مال داشتن بعضیاشون زراعت ها داشتن خدم و حشم داشتن باغ داشتن غلام و کنیز داشتن خونه های خوب داشتن اسمه خیلی راه رو داشتن همه رو گذاشتن زمین گفتن ما پروانهوار گرد امام زمان ما میچرخیم ای امتیاز قمر بنی هاشم است در راه امام زمانش اولا یک ایمان قوی و محکمی به امام زمانش پیدا کرد سانیان یک هجرتی کرد که سایه به سایه سید شهدا حرکت می کرد. حتی شب آشورا اصحاب هر کدوم در حال عبادتی بودن یکی در حال نماز بود یکی در حال قرائت قرآن بود یکی در حال دعا بود یکی در سجده بود یکی در رکوع بود اما قمر بنی هاشم سوار بر اسب گرد خیمه اهل بیت میچرخید یعنی کیف معنوی خودش هم کنار گذاشته بود بذار من مایه آسایش زن و بچه امام زمانم گردم میبینی که گاهی این کارا مقدم بر عبادات انفرادی است چون اثرش بیشتره محبوبیتش در پیشگاه خدا بیشتره شما هیچ میدانید در اون شب و فردا و اون شب این زن و بچه امام حسین امثال سکینه و رقیه و امام باقر پنج سالشون بود تو کربلا بودن همین که میشنیدن قمر بنی هاشم دور اینها میچرخد یا آرامش و سکون خاطر عجیبی پیدا میکردن اینا زمینه های اوج گرفتن قمر بنی هاشم است که از کیف و لذت معنوی خودش هم گذشت ولی قمر بنی هاشم یک آدم عالم عابد عاشق عبادت شب آشورا مضافن بر این که شب مصیبت سید و شهداز، اصلا شب عبادت شب احیاس و همه اینا رو غمبر منی هاشم میدانست اما همه این عبادات رو کنار گذاشته بود که اسباب تسلی خاطر امام زمانش را فراهم کنه وقت ببین خدا در عظمت این کار چه میگوید الذين آمنوا و آجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اعلم و عند الله برترین درجه رو در پیشگاه خدا اینا دارن نه نمازخونا نه روز بگیرا نه قاریای قران الَّذين آمنوا و آجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله بعد خدا به این اکتفا نمیکنه میفهمد و اولائک هم الفائزون کسانی اهل فوز و فلاح و رزگاریان که حالشان این باشد اهل ایمان باشند اهل هجرت باشند اهل جهاد در راه خدا به مال و به جان باشند باز به اینم اکتفا نمی کنه یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان تازه خدا یه بشارت های خاص برای اینا داره رحمت خاصش رو برای اینها نازل میکنه اون رزوان و رضاویت و خوشنودی مخصوصش را برای اینان قرار داده است و جنات لهم فیها نعیم مقیم یک بهشت باغهایی، باغ های، قصر نهر برای اینان ذخیره و مهیا کرده که نعمت های مندگار ابدی در آن باغ های بهشتی است قوقایی است در آیات قرآن اگه من بخوام همه آیات قرآن در این زمینه رو بخونم وقت مجلس گرفته می شود فقط خواستم اشاره ای کرده باشم که رمز امتیاز در یاف کردن قمر بنی هاشم در میان همه امامزاده ها چه تا اونجا پیش می رود که زین العابدین می فرماید ان لعمی العباس عموم عباس فردای قیامت یک منزلت و مقامی در پیشگاه خدا دارد که تمام شهدا به حال او قبطه میخورند خب ما ابنای ائمه تو کربلا زیاد داشتیم قاسم بن الحسن بوده نمیدونم فرزندان حضرت زینب بودن فرزندان خود حضرت ابوالفضل بودن فرزندان امام حسن مجتبی بودن فرزند خود امام حسین بوده چه شده که قمر بنی هاشم اینقدر اوج گرفته که حتی از نظر تشریفات ظاهری هم باید یک قبه و بارگاه جدا داشته باشد این نیست الا همون معرفت خاصه قمر بنی هاشم به امام زمانش و این نکته مهمی است که نوعا ازش قافلن هم در کتب هم در محافل و مجالس و منابر ما اگر زندگی امام حسین رو مطرح میکنیم زندگی امیر المومنین رو مطرح میکنیم درس هایی که از زندگی ائمه و برخورد اصحاب ائمه با این امامان بزرگوار داشتن یه درس های خیلی زیبایی میتونیم بگیم در بحث معرفت الامام یعنی معرفت امام زمانم و این که وظیفه ما امام زمان اون چیست خب امام حسین نسبتش به قمر بنی هاشم و سایر اصحاب و شهدای کربلا چه نسبتی بوده؟ نسبت امام زمان به معموم اینها حالشون نسبت به امام زمانشون چه بوده؟ ما اینجا یه وظیفه نسبت به خود امام حسین داریم که ازاداری او را به کنیم در مصیبتش عشق بریزیم در فضائلش تفکر کنیم یک وظیفه هم نسبت به امام زمان حی حاضر زنده من داریم یعنی همون کارایی که قمر بنی هاشم نسبت به امام حسین کرد ما باید نسبت به امام زمانمون داشته باشیم تا اوج بگیریم این راه اوج گرفتنه به نماز تنها نباید اکتفا کرد نمازو باید خون سر وقتم باید خون با توجه هم باید خون برای خدا هم باید خون در فرض جمع شرایط به جماعت هم باید خون اگه بخوای اوج بگی اما بعد از نماز چی؟ چرا خیلی نماز میخونن اما کمالی آدم در اینا نمیبینه. توفیق عجیب و غریبی درشون مشاهده نمی روزش هم همینه حدش همینه خمس و همینه قراءت قرآنش همینه خوندن دعاهای عجیب و غریبش همینه اونی که آدم رو اوج میده و به عمل انسان پروبال میدهد و انسان را در آسمان معنویت و بلاویت به پرواز در می آورد وجود این حالت یکی حال انابهی که دیشب ارز کردم یهدی علیه من انا همیشه باید تشنه حق باشی همیشه باید نسبت به آیندت مواظبت داشته باشی گناهی نکنی خطایی نکنی یکی اون یکی هم همین معانی اهل ایمان و اهل هجرت و اهل جهاد به مال و نفس در راه خدا باش